تمامی ادیان الهی پیروان خود را به شناخت صحیح خداوند فرا خواندند. در دینهای یکتاپرست جهان، مفهوم خدا به یک وجود برتر اطلاق می شود. از دیدگاه آیین زرتشت، خداوند جهان را بر پایه هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکم فرماست و انسان باید خود را با آن همراه و همگام سازد. او خدایی است که خالق زمین و آسمان است و منبع قدرت، دانش و خیر و تقدس است. یهوه که همان نام خدای تعالی در نزد یهود است، اسم ذات احدیت است که دلالت بر سرمدیت آن ذات مقدس دارد. مسیحیان نیز به خدای یگانه اعتقاد دارند. بر طبق باور مسلمانان، خداوند به هر چیزی عالم و آگاه است. از دیگر مباحثی که در ادیان گوناگون همواره اهمیت داشته، بحث درباره صفات خداوند است. بسیاری از ادیان وجود خدا را مسلم دانسته و به جای اثبات آن به بررسی صفات منتسب به او پرداختند و شناخت ذات الهی را ممکن نمی دانند مگر از طریق شناخت صفات او. یکی دیگر از مفاهیم مطروحه در ارتباط با خداوند مفهوم خوف و خشیت از خدای متعال است که خدا ترسی نیز نامیده می شود. روحیه ترس و خشیت از خداوند در نگاه معرفت دینی مورد ستایش قرار گرفته شده. در روایات اسلامی آمده است ترس از عذاب خداوند از خصلت‌ها و برترین خوی انسان اهل تقواست. و همچنین خدا ترسی را نتیجه خداشناسی دانسته، یعنی نهایت و نتیجه معرفت و شناخت نسبت به خداوند رسیدن به مقام خدا ترسی و خشیت است. بنا به اعتقاد بهائیان، مفهوم خدا در آیین بهائی ذات غیب منیع لایدرک است، یعنی انسان قادر به شناسایی و درک خداوند نمی باشد. برای شناخت او باید مظاهر ظهور یا همان پیامبران را شناخت. صفات خداوند در آینه وجود انسان کامل یا همان پیامبران تجلی می نماید. پس تنها با شناخت آنان است که می توان خداوند را شناخت و بدین جهت آنچه که درباره خدا و ذات او گفته می شود مخلوق ذهن انسانی است. بنا به نظر آنان پروردگار به جهت حب به خیش انسان را آفریده است. پس رابطه خداوند با مخلوق خیش بر پایه محبت است. و اگرچه در آثار بهایی به خشیت الله اشاره شده است، ولی مراد از آن وحشت از یک خدای انتقام جوی قهار و یا ترس از آتش جهنم نیست، بلکه بیم و ترس از عدالت خداوند است. نگرانی از اینکه انسان نتواند به هدف از زندگانی خیش دست یابد و تجلیگاه عالی ترین صفات و کمالات انسانی شود.